باران موشکی حزب الله بر سر مناطق اشغالی. پس از حمله موشکی گسترده حزب الله در روز گذشته به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی، این جنبش امروز هم ده‌ها فروند موشک به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. در این عملیات شهرک‌های کریات شمونه و مرگلیوت، منطقه الجلیل و جولان اشغالی، پایگاه المرج و محل استقرار نظامیان اشغالگر در بیت هلال مورد اصابت ده‌ها فروند موشک حزب الله قرار گرفت. پرواز چند ساعته پهپاد شناسایی حزب الله روی سرزمین‌های اشغالی نگرانی‌ها را درباره حملات آینده حزب الله افزایش داده. میثم دلاوری خبرنگار صدا و سیما در مرز لبنان با فلسطین اشغالی با ماست. آقای دلاوری سلام به شما، بفرمایید که چرا اشغالگران تا این اندازه از هدهد وحشت زده شدند و آیا تحرک زمینی محسوسی الان در مرز از سوی صهیونیست‌ها وجود داره یا خیر؟ سلام. خب علت اصلی این بوده که نخست وزیر رژیم صهیونیستی و سیستم امنیتی شنبه گفته بود که اجازه پرواز پهپادهای حزب الله بر فراز سرزمین‌های اشغالی رو نمیده. خب تو این وعده عملا اینا ناکارآمد بودن. نکته بعدی این که این پهپاد هدهد به گونه ای عمل کرده که دارای سیستم جنگال بوده، یعنی عملا چشم سامانه‌های داخل سرزمین‌های اشغالی رو کور کرده. از طرف دیگه به صورت ضبطی نبوده و به صورت زنده لحظه به لحظه به سامانه های ارتباطی حزب الله لبنان گزارش میداده و از سوی دیگه نقاط مهم و حساسی مثل پالایشگاه ها و مراکز نظامی و حتی مناطق استقرار فرماندهان رژیم صهیونیستی رو هم مخابره کرده. از سوی دیگر همزمان که من دارم با شما صحبت می کنم، در 80-90 کیلومتری عمق در واقع مرز بین لبنان و سرزمین های اشغالی تحرک خاصی دو سه ساعت اخیر ندیدیم، مگر یک نقطه که سمت چپ من منطقه ناغوره است که شما در قاب تلویزیون سمت راست رو می‌بینید. تروریست‌های صهیونیستی چند مرتبه تلاش داشتن که از سمت ناغوره وارد مناطق مرزی لبنان بشن که با ضربات پی در پی مقاومت ناچار به عقب نشینی شدند. همین دودی که الان دارید ملاحظه می‌فرمایید، دود ناشی از اصابت موشک‌های حزب الله به تعدادی از تانک‌ها و خودروهای سنگین رژیم صهیونیستی در منطقه ناغوره هستش که به نظر میرسه رژیم صهیونیستی در مناطق دیگه دوچار قفل شده و عملا جبهه جدیدی رو نتونه باز کنه. از سمت مناطق ساحلی نزدیک به خشکی به ویژه جنوب غرب تلاش داره جبهه جدیدی رو باز کنه که تا الان به جایی نرسیده. بله، خیلی ممنونم آقای دلاوری، متشکرم از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنم. از جنوب به شرق لبنان میریم و گفتگو میکنم با همکارم سجاد مهتری در یکی از مراکز درمانی شهر بعلبک در شرق لبنان. آقای مهتری درود بر شما. در مورد تحولات در شرق لبنان و حمله های جدید رژیم صهیونیستی به بخش های مختلف این منطقه به ما بگید. به نام خدا، سلام به شما خانم خلجی و بینندگان این بخش خبری. ما هم اکنون در یکی از مراکز درمانی شهر بعلبک در شرق لبنان هستیم. مسئولین این بیمارستان گفتند که حدود روزانه 15 زخمی رو به این بیمارستان منتقل می کنند. علاوه بر زخمی هایی که در حملات رژیم صهیونیستی در اینجا بستری هستند، زخمی های پیجر هم هنوز در این بیمارستان بستری هستند. ما با اونها ملاقاتی داشتیم و گفتگویی کردیم. با مجروحان وقتی گفتگو کردیم، یک کلید واژه‌ای توی حرفاشون بود، اینی که ما مقاوم هستیم، اینی که ما هنوز هستیم، اینی که ما هر موقع از بیمارستان مرخص بشیم همچنان به مقاومت خودمون ادامه میدیم و هیچ موقع دست از مقاومت نمیکشیم. در بخش‌های مختلف بیمارستان ما شاهد بودیم افرادی که به صورت داوطلبانه از مردم به این مرکز اومدن تا آموزش ببینن و کمک کنن به پرستاران و پزشکان. در کنار این بیمارستان مرکز سیار انتقال خون مشاهده میشد که مردم اومده بودن که کمک کنن به هم‌نوعان خودشون. خلاصه با وجود این که در شهر بمباران هست و شرایط شاید
عادی نباشه، ولی مردم همچنان پای کار هستند برای هم نوعان خودشون، برای شهر خودشون، چه برای کمک به کادر درمان و پرستاران و پزشکان، چه برای اهدای خون و کمک به هم نوعان خودشون. خیلی ممنونم آقای مهتری، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از گزارش شما. حالا به بیروت میریم و آخرین تحولات رو از آقای حسینی بای میشنویم. آقای حسینی بای، آماده شنیدن گزارش شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام دارم. من از بیروت برای شما گزارش میکنم. اینجا میدان حافظ الاسد هست، تقریبا وسط های شهر هست. اما درباره تحولات بگم، زاهیه از دیشب تا به امروز شاهد بمباران بود، اما نسبت به روزهای قبل این شدت بمباران و حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی کمتر شده بود، اما کمتری زیاد محسوس نبود. اما شاید این طی روزهای بعد هم شدت بگیره، کما که در روزهای قبل شاهد چنین استراتژی از سوی رژیم صهیونیستی بودیم، یعنی 3-4 روز مرتب مظاهره رو بمباران میکرد، یکی 2 روز کمتر بود با دوباره شروع میکرد. اما بخوایم این در منطقه زاهیه است، خارج از منطقه زاهیه در واقع آنچه که خودتون هم دارید مشاهده میکنید رفت آمد هست، اما در همین مناطق در واقع خارج از زاهیه هم نقاطی هم هست که مورد هدف عملات هوایی اسرائیل واقع میشه، نقاطی که مناطق مسکونی هست، مدارس هست، پایگاه های امداد و نجات هست. با این شرایط خودتون در تصویر مشاهده میکنید مردم در این مناطق به زندگی عادی خودشون دارن ادامه میدن، اما صحبت هایی دارن، صحبت هاشون از بابی این هست که ما در این راه مقاوم هستیم، هزارم جنگنده های رژیم صهیونیستی بالای سرمون باشه، یعنی الان پهپادهای جاسوسی و شناسایی رژیم صهیونیستی که 24 ساعته دارن پرواز میکنن، اون نقاط رو شناسایی میکنن و بعد حمله میکنن به پرواز در میان، اما مردم ترسی از این حملات ندارن، میگن مقاوم هستیم، راه مقاومت رو میریم، راه حزب الله رو میریم، راه سید حسن نصرالله میریم و در این راه برای آب و خاک و بر جبهه مقاومت حتی جون ما رو در کف دستمون گذاشتن. بله خیلی ممنونم، متشکرم آقای حسینی بای از شما و از همینطور از آقای دلاوری و آقای مهتری در مناطق مختلف لبنان که از تحولات منطقه به ما گزارش شدن. متشکرم و از هر سه بزرگوار خداحافظی میکنم. منابع سوری از مقابله پدافند هوایی ارتش سوریه در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به شهرک صنعتی